No yeah. سلام دوستان خوب با یک ویدیو جدید دیگه در خدمتتون هستیم و در این ویدیو میخواییم با همدیگه تمرین های مغزی و ذهنی رو که باعث تقویت ذهن شما میشه رو با همدیگه مرور خواهیم کرد لطفا تا پایان این ویدیو با ما باشید و اگه ویدیوهای ما رو دوست داشتید اون رو لایک کنید اولین تمرین مغزی این هستش که عوض کردن دست ها هنگام انجام فعالیت روزانه است معمولا یک دست ما همیشه قوی تر از دیگری است و بیشتر اوقات از آن استفاده می کنیم اما بهتری که گاهی اوقات سعی کنیم که اونها رو تعویز کنیم و با دست دیگه کار خودمون رو انجام بدیم که این کار باعث میشه ارتباط مغزیمون تقویت بشه مثلا میتونید این کار رو هنگام مسواک زدن شستن ظرف ها یا نوشتن تمیز کردن یا آب نوشیدن انجام بدید اولین باری که ولین باری که این کار رو انجام دادید کمی برایتون سخت بود ولی کم کم به اون عادت میکنید و مغزتون به خوبی این تمرین ها رو از بر خواهد کرد. طریق دوم کمک به تقویت حافظه یا خواندن کتاب با صدای بلنده. خواندن کتاب با صدای بلند میتونه حافظه رو تقویت بکنه و صحبت کردن و شنیدن صدا توسط خود فرد به ذخیره اطلاعات در مغز یاری میکنه. این تمرین رو میتونید با دوستانتون اعضای خانوادتون تمرین کنید. مثلا میتونید از کتاب های صوتی استفاده کنید که که این ناروخانی تصویرسازی شما را نیز بهبود میبخشه و باعث میشه که نواحی مغزتون برای کار کردن فعال بشه. طریق سوم خوردن غذا با چوب های چینی هستش که یک برای تقویت حافظه. نواحی از مغز هستند که میتونن سلولهای عصبی رو فعال کنن و به عنوان محرکی برای مغز عمل بکنن فعالیت‌های های سرانگشتی مثل استفاده از چاپستیک ها به مغز کمک می‌کنه که جریان بیشتری در اونها راه پیدا بکنه علاوه بر اون اینکه این گونه غذا خوردن رو میتونید به هضم غذا کمک می‌کنه و باعث میشه که کنترل کالری رو در دست داشته باشید برای همین هستش که چینی ها و ژاپنی ها و کوری ها از چوب هایی برای خوردن غذاهاشون استفاده میکنن طریق چهارم بو کردن وانیل بعد از بیدار شدن برای تقویت حافظه بسیار مناسبه بیشتر ما هنگام بیدار شدن قهوه می نوشیم البته برای بعضی از افراد کمی متفاوته اما به جای اون میتونید کمی شکوفه وانیل رو بو بکنید همچنین میتونید اساره اونو در کنار تخت خواب خودتون داشته باشید و هنگام بیدار شدن اونو استمشام کنید. این بسیار راحته و در کتاب چگونه مغز خود را زنده نگه دارید بسیار توصیه شده. این کار باعث تقویت حافظه در افراد میشه. با بو کردن عطری تازه در صبح میتونید ارتباط نورونی مغز رو فعال کنید. راه پنجم در میان روز از گوشگیر استفاده کنید. استفاده از گوشگیر رو میتونید هنگام صبحانه خوردن با اعضای خانوادتون داشته باشید و کمی جهان رو بدون صدا تجربه کنید با این کار کمی مغز خودتون رو شگفت زده می کنید و در واقع ایده جدیدی رو به اون نشون میدید با استفاده از گوشگیر راه شنیدن رو میبندید و همزمان با اون مشغول به انجام کارهای روزانه مثل خوردن یا نوشیدن قهوهتون میشید طریق شیشم مشت کردن دستها برای تقویت حافظه تحقیقات انجام گرفته نشون داده که مش کردن دست ها به مدت 90 ثانیه بیتونه به تقویت حافظه کمک کنه این کار نیم کره چپ فرد رو تقویت میکنه و باید این کار رو با هر دو دستتون انجام بدید نتیجه این آزمایش روی 50 دانش آموز نوجوان انجام شد و, نشون داد که این افراد با این کار کلمات رو در یک لیست بلند بالا بهتر از بقیه به یاد آوردند طریق هفتم ضربان قلب خودتون رو هفته ای سه بار اندازه بگیرید سه بار در هفته به مدت سی دقیقه ضربان قلب خودتون رو اندازه بگیرید چنانچه وقتی که راه می روید و هنگام قدم زدن با ساعت هوشمند ضربان قلب خودتون رو چک کنید مغز شما در این هنگام اکسیژن رو دریافت میکنه و میتونه به رشد سلول ها کمک بکنه و به همین دلیل که تمرینات حوازی در سلامت جسم و ذهن بسیار اهمیت داره. راه هشتم از کلمات تصویری و پازل دار استفاده کنید. هر کلمه دوست داری در ذهن خودتون تصور کنید و در ذهن خودتون تلفظ کنید و بعد از اتمام این کار به شروع و پایان کلمه فکر کنید. پازل درست کردن نیست، میتونه مغز رو فعال و حافظه رو قوی بکنه. طریق نهم پنجره رو هنگام رانندگی باز کنید. در سکوت رانندگی کردن میتونه آرامش بخش باشه اما گاهی اوقات شنیدن صدای بیرون بهتر از سکوته بوی باران تازه را استشمام کنید و صدای آفاز فرهندگان را گوش کنید مغز شما به سرعت میتونه بین تصاویر، صداها و عطرها ارتباط برقرار کنه طریق دهم ده تمرین های مشاهدهی جزئی نگری رو انجام بدید به بیرون نگاه کنید و هر چیزی رو که با دقت نگاه میکنید و در مورد هر چیزی که میبینید چهار نکته جزئی رو به خاطر بسپرید مثلا رنگ موی شخص نوع کفشاش یا عطرش رو به خاطر رو به خاطر بسپرید ما به اندازه کافی به اطراف نگاه نمی کنیم و در واقع در بدست آوردن اطلاعات از محیط اطراف دچار مشکل هستیم و نمی خواهیم که همه چیز رو به خاطر بسپریم مثلا هنگامی که در کافه هستید یک نفر رو انتخاب کنید و جزئیات صورت او رو توضیح بدید. یک بخش از عملکرد زن به سبک زندگی بستگی داره. اینکه چه مقدار غذا میخورید، چقدر میخوابید و چقدر راه میرید. همه اینها در مغزتون محاسبه میشه. فقط نشستن و مطالعه کردن به پیشرفت درسی کمک نمیکنه و نیازی نیست. فعالیت های روزمره رو بالا ببرید چنانچه بارها در مقالات گوناگونی خوندیم اگه مراقب مغز خودمون باشیم قطعا به بالا رفتن حافظه خودمون کمک کرده اگه شما عادت به تمرین دارید به چیزهایی برای بالا بردن حافظه نیاز ندارید بعد از مطالعه ساعتی را برای ورزش کردن بذارید دقایقی رو برای گوش کردن به موزیک اختصاص بدید چون تأثیر خوبی روی حافظه میذاره اما سعی کنید موزیک کلاسیک گوش کنید آیا فکر میکنید اگه زمان خواب رو نادیده گرفته و مطالعه کنید کار درستی کردید؟ خیر اینطور نیست شما برای عملکرد ذهنتون به خواب کافی نیاز دارید. نوشیدن چای دارچین رو هر روز صبح عادت خودتون کنید چون این باعث تقویت حافظه میشه و به یادگیری کمک میکنه. ذهن خودتون رو با جدول و پازل و بازی های فکری درگیر کنید. از غذاهایی که برای تقویت حافظه استفاده میشه مانند آووکادو، بروکلی، روغن نارگیل، چغندر، کرفس و زغالخته استفاده کنید. روزی پنج دقیقه تفکر کنید چون باعث کاهش استرس و بالا رفتن تمرکز میشه دوستان عزیز این راه ها رو میتونید در زندگیتون به کار بگیرید اینها کار که در سراسر جهان در دانشگاه های بزرگی به کار گرفته شده و نتیجه خیلی خوبی دادند ما به شما توصیه میکنیم که با دقت این راهکارها رو یاد بگیرید به خاطر بسپرید و در زندگیتون به کار بگیرید از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید و اگه دوست داشتید میتونید که کانال ما رو به دیگران هم معرفی کنید و کلیپ های ما رو لایک کنید امیدواریم همیشه هر کجا که هستید شاد و سرحال باشید خدا نگهدار